لکی یستثمروها فی النشاطات المرتبطه. روزنامه اوکاز عربستان سعودی به نقل از منابع آگاه فاش کرد که با نزدیک شدن برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان، رهبران حزب الله از مقامات دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبلغ مالی هنگفتی را برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی درخواست کردند. این منابع افزودند که حزب الله از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کردند نهایت تلاش خود را انجام دهند تا علاوه بر بودجه سالانه دست کم 25 میلیون دلار دیگر فراهم کنند. این مبلغ برای تأمین مالی شخصیت‌ها، گروه‌های همپیمان حزب الله در عرصه سیاسی و نیز رسانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی حزب الله اختصاص خواهد یافت تا این گروه نزدیک به ایران جایگاه خود را در پارلمان آینده لبنان تقویت کند. این منابع با اشاره به اینکه رهبران حزب الله در گفتگو با مقامات بیت رهبری درک خود از شرایط اقتصادی ایران پیش از امضای توافق هسته‌ای و آزاد نشدن اموال بلوکه شده در بانک‌های خارجی را ابراز کردند، اما در عین حال تأکید کردند که تقویت موقعیت سیاسی حزب الله در لبنان مستحق چنین بودجه‌ای و حتی بیشتر از آن است، چرا که به گفته رهبران حزب الله این مسئله به طور غیر مستقیم به تقویت موقعیت جمهوری اسلامی در مقابل سایر بازیگران عرصه سیاسی لبنان کمک خواهد کرد. روزنامه‌های لبنانی گزارش روزنامه اوکازه را به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به بیروت مرتبط دانستند. بر اساس تحلیل‌های سیاسی رسانه‌های لبنانی، عبداللهیان با این سفر به دنبال آن است که پس از پیروزی حزب الله در انتخابات پارلمانی، زمینه جدیدی را برای نقش آتی تهران در عرصه لبنان ایجاد کند. از نظر تحلیلگران، مهمترین مسئله برای حزب الله و ایران مرحله بعد از انتخابات پارلمانی لبنان است، چرا که تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را خواهیم داشت که برای آنها نبرد سیاسی مهم دیگری به شمار می‌رود. می فرحات بیروت.